شیخ حسین آل رحیم چقدر بیادبی کرد، چون این دوره تربیت نفس را نگذر و طلبه هست اما نرفته تهذیب نفس، تمرین نکرد. 40 شب چهارشنبه آمده مسجد سهله خدمت امام زمان برسه، 3 تا مشکل هم داره، عاشق یه دختریه بهش نمیدن، سل داره، مریض، از سینش خونریزی شدید داره، دکترام جوابش کردن، دختره هم بهش نمیدن، از این طرف فقر شدیدم داره که باید پای این خرمن گندم و جو، پای اون خرمن، پای این نخلسون یه ذره زکات بگیره، با زکات زندگیشو بکنه. شیخ حسین آل رحیم 40 شب چهارشنبه میاد که به امام زمان درد دل مشکلاتش رو، شب چهارشنبه 40 گفت از سینم خون میآمد، سرفه که میکردم خونریزی شدید بود، برای همینم تو مسجد سهله نمیتونستم برم چون این خونریزی باعث میشد مسجد نجس بشه، دم در تو بیابون بیرون مسجد مینشستم که اگه از سینم خون آمد مسجد نجس نشه، بیابونا اقلا. هوام سرد بود، باد بوران و شبای سوزناک سرد نجف بود، استخون میتره کنه سرمای نجف، این سینه من یه ذره سرمام که میخود شدید میشد، سرفه ها و خون ریزی. یه ذره قهوه آورده بودم با خودم، یه ذره آتیش روشن کردم که قهوه درست کنم یه ذره سینم گرم بشه کمتر سرفه کنم، همین که آتیش روشن کردم دیدم یه عربی داره میاد طرفم، تو دلم با خودم گفتم باز من یه آتیش روشن کردم، یه عربه خیال کرده اینجا سوروساتیه، به هوای سوروسات آمده، منم قهوه با خودم کم آوردم، اگه تعارفش نکنم زشته، اگه تعارفش بکنم برای خودم چیزی نمیم، مثلا به اندازه که یه فنجون قهوه درست کنم با خودم قهوه ها بود. دلم میخواست نیاد پیش من بیش، ولی آمد، سلامم کرد، جواب سلامش دادم، نشست کنار من و کنار آتش، فرمود شیخ حسین حالت چطور؟ من یه نگاهی بهش کردم، تعجب کردم این از کجا منو میشناسه، گفتم شما اهل کجایی؟ فرمود مرد عربی است. گفتم از این اعراب اطراف و قبائل اطراف نجفی؟ فرمود عربی هستم. من شروع کردم این قبائل رو اسمشون یکی یکی، از فلان قبیله گفت نه، فلان قبیله نه، اهل اطرافی نه، اهل نجفی نه، هر چی میگفتم میگفت نه، لجم گرفت مسخرش کردم، گفتم حتما از تری تری، یک اسم مسخره ای گفت تری تره، یه لبخندی زد، فرمود برای تو چه فرقی میکنه من اهل کجا باشه، تو برای چی آمدی مسجد سه؟ گفتم حالا که تو نمیگه اهل کجایی به تو چه که من برای چی میام مسجد سه؟ وقتی ما دوره تهذیب رو نگذروندیم، اخلاق امام زمان درمون نیست، گاهی به شخص صاحب زمان اهانت، و این هم ممکنه هم واقع، حتی شخص شما که الان داری حرفای منو گوش میکنی بارها به شخص امام زمان اهانت کرد، چون این دوره های تهذیب رو نگذرد، چون اصلا اخلاق عملی صاحب زمان را نچشید. دیدم باز تبسمی کرد، فرمود حالا به من بگی ضرر که نمی کن، بر چی آمد؟ دیدم هرچه من بی ادبی می کنم، تندی می کنم، مسخرش می کنم، قلم به سلم به می گم، او هی لبخند می زند و مهربانی می کند و با یه هی می خواد با من به من نزدیک بشه، می خواد این در دل قفل بدبخت منو باز کنه، وارد قلب من می خواد بشه. دیدین بعضی ها می خوان وارد قلبتون بشن، یه کارایی می کنن که شما جذبشون بشی. گفتم ای آقا، انگار خدا دادا، انگار خدا تو رو امشب رسونده دادا که یه کمی با من حرف بزنیم، دلم پر از عقد و دلم پر از غم و اندوه و کرب و ناراحتی، من سل دارم، رو به پایانم، تو جوونی دارم میمیرم، دکترا جوابم کرد، عاشق یه دختریم شدم، رفتم خواستگاری مادرم و فرستادم به نمید، این سینم هم که یک سر خون میاد، مریض، فقیرم که هستم، بدبختی از هر طرف، هیچی منو نمیخواد، آمدم در خانه امام زمان، شاید او به من یه نگاهی بکن. در این حال قهوه من حاضر شد، آبجوش آمده بود
و قهوه رو درست کرده بودم و همونجوری که داشتم حرف می‌زدم حالا دیگه بهش متمایل شده بودم. اول دلم می‌خواست نیاد پیش من نشینه چون قهوه کم داشت، اما حالا با عشق یه فنجون قهوه براش می‌ریزم. اگه شما پیش یه مریضی که سل داره بشینین براتون یه چای بریزه می‌خورین، اگه قهوه براتون بریزه از استکان خودش شما می‌خورین؟ از نظر پزشکی آیا جایزه بخورین؟ فنجون قهوه رو بهش دادم، از من گرفت به لب‌های مبارکش زد، دیدم که مثلا یه ذره از اون قهوه رو میل کرد، بعد برگردوند به خودم فرمود مرا بس است، اینو خودت بخور. من گرفتم و قهوه رو که سر کشیدم یه لبخندی زد، فرمود سینت که خوب شد، دختره را من سفارش میکنم بهت بدم، اما با فقرت باید بسازی، صلاح دیگه که تا آخر عمرت فقیر باد. گفتم دادا میای امشب آدم با امام زمان اینجوری حرف بزنه؟ ای برادر یا اخا، میای امشب با هم بریم مسجد کوفه، اونجا تو حرم مسلم ابن عقیل یه زیارت مسلم برام با هم بخونی؟ فرمود پاش پاشو بریم. وارد مسجد کوفه که شدیم، دست منو گرفته بود تو راه، با دست راستش دست چپ منو گرفت، با هم میام. وارد مسجد کوفه که شدیم فرمود دور کرد نماز تحیت مسجد بخونیم، بعد بریم حرم مسلم. حرم مسلم ابن عقیل که رفتین اون گوشه مسجد کوفه از گنبد طلاییش پیدا، وسط صحن مسجد کوفه آقا وایستاد به نماز، کف مسجد کوفه ریگ ماسه بود. اخیراً دیگه درست کردن مسجد کوفه، ولی او اوائل که ما میرفتیم همین تا این اواخر تا 10 سال پیش 15 سال پیش کف مسجد کوفه همین ماسه بود. تا گفت الله اکبر دیدم تمام این ماسه های کف مسجد کوفه با او هم نوا شد، همه با هم گفتن الله اکبر. این در و دیوار مسجد گفت الله اکبر، منم پشت سرش به نماز ایستاده بودم. تو نماز رفتم تو فکر که این کیه که در و دیوار مسجد با او دارن سوره حمد میخونن، بسم الله میگن، با او همراهی کردن در خوندن. یه وقت تو نماز با خودم گفتم نکنه این همون آقاییست که 40 شب 4 شنبه آمدم مسجد سهله که خدمتش برسم. تا این فکر تو ذهن من آمد، دیدم نوری تمام قامتش رو فرا گرفت، دیگه خودش نمیبینم، صورتش نمیدونم، فقط یه کپه نور بود، مثل یک خورشیدی درخشان که شما خود خورشید رو نمیتونید ببینید، فقط نور میبینید. وسط حیات مسجد کوفه اون نصف شب میدرخشید. میخواستم نمازمو بشکنم، خودم رو پاهاش بندازم، میترسیدم ناراحت بشه، چرا نمازت شکست؟ سلام دادم نمازمو، از یه طرف میترسیدم نکنه غائب بشه. تا نمازمو سلام دادم خودمو انداختم رو پاهاش، پاهاشو بغل گرفتم، گریه کرد. گفتم آه فقط خواهش من اینه که بی‌ادبی‌های من، تندی‌های من، ای که من شما رو مسخره کردم، ای که حرف ناروا زدم منو ببخش، راضی بشی امشب، حالا که یقین کردم تو امام منی. آخه دیدم حضرت به طرف حرم مسلم رو، منم پشت فرشو دویدم می سوزم، با یه صدای ملکوتی تو حرم مسلمانی زیارت خوام، من گریه کردم تا اذان صبح شد. اون شب نماز شبم و با امام زمان خوندم، نماز صبحم و به جماعت پشت سرش خوندم. بعد نماز صبح لحظاتی تعقیبات برام خون، یه وقت دیدم مثل نوری به طرف آسمان بلند شد، هر جد دویدم تو صحنه مسجد کوفه، دیگه دستم بهش نرسید تا طلوع آفتاب، از فراقش، از مهربونیاش، از زیاد
زیارت نامه هاش، از نماز و مناجاتش، از اون نوازشی که به من کرده بود گریه کردم، از این که فرمود دختره رو من گفتم بهت بدم به عشقت میرزی، از این که فرموده بود سینت خوب شد و بعد از اون دیگه من اصلا صرفه نکردم، بعد طلوع آفتاب اومدم نجف حجره مدرسه، دیدم پدر دختره جلوتر از من دم در حجره نشسته، تا چشش به من افتاد منو بغل گرفت، فرموشی خوزه رفتی شکایت منو به امام زمان کردی، پاشو بیا دختر من کنیز تو دستشو بگیر با خودت بدم.